سلام رفقا، حالتون چطور؟ و خیلی خوش اومدید به پارت جدید خفن ترین سازهای ماینکرافتی. تو این ویدیو قرار کلی سازهای باحال ببینیم که تو سابریت ماینکرافت و کلی بهمون خوش بگذره. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کانال یادتون نره و هر کدوم از اینا برای شما از همه جالب تر بود حتما برای من تو کامنت ها بنویسید. دوستتون دارم و بزن بریم سراغ ویدیو. بعضی چیزا رو واقعا یه سری گیم مثلا اکسلاتل رو اصلا خیلی کم مردم میدیدنش، ولی الان به واسطه ماینکرافت خیلی میبیننش. اینم اینو بافته، خیلی باحال شده. این دوستمونم این آیکونای هر کدوم از نسخه های ماینکرافت رو درست کرده رو دسکتاپش و من اصلا نمیدونم بعضیاش چیه. جاوا رو میدونم، بدراک رو میدونم، ماینکرافت دانجنز که همون چیزیه که ابالو نشون میده کلا یه جوری دیگه است، ادویکیشن ادیشن رو نمیدونم، استوری مود رو یه چیزایی ازش دیدم، ام کریئتور نمیدونم چیه، بلاک بنچ نمیدونم چیه، ورد پینتر هم نمیدونم چیه. تتریسی که میشه بازی کرد، تتریس قابل بازی کردن درست کرده تو ماینکرافت. وای پشت این پلتفرم رو ببین، پشت مانیتور پر ردستون و دم و دستگاهه. بذار بازی میکنه. امیدوارم با باتنای ماینکرافت بازی نکنه. خیلی باحال، دلم خواست بازی کنم اینو. جدی ها؟ بازی کنم وقتی که یه ردیفو کامل میکنه چی میشه؟ خب اینجا الان دیگه یه دونه مونده. بچرخون یکی دیگه. آها بذار ببینم. البته کامل نمیشه بازم، یه ردیف میمونه، یه دونه دیگه میمونه. آها اینجاست. اینهاش خودش هم داره به طرز خفنی نشونش میده. قرار چی بشه؟ 3 2 1 بوم. ای چهار، این همه ویدیو واسه اینکه فقط آخرش ببینی یه ردیف پاک میشه. ببینم ازش لینکی گذاشته؟ نه لینکی نذاشته. اگه پیدا کردی برام لینکشو بذاری تو کامنت ها، حتما میخوام یه سر بهش بزنم. اوکی این نوشته که قارا خیلی خطرناکن و من نصف جون برام موند. ببینم چیه. اوه مای گود. وات؟ چیکار؟ اوف. چیکار میکنه با این؟ چیکار میکنه؟ خب یه جا وایسا دیگه این آدم. وای خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. این ویدیوی منهانت دریم شد. این پایینو نوشته، این دیگه ساب تایتل نیست دیگه، این لیرکسه. مثل متن آهنگا، یعنی این شلوغی و این متن موسیقی اینجا نوشته. اینقدر زیاده. بچه دقت کرده بودید که هلمتی که ما میذاریم تو ماینکرافت سرمون این شکلیه، ولی وقتی میذاریم سرمون این شکلیه؟ منم الان توجه کردم بهش. این پستو 4 ماه پیش گذاشته و فکر کنم الان آماده باشه. نوشته که من برای ماینکرافت تکسچر لگو درست کردم. چقدر باحاله. سوس پی تی جی آی. این سوس پی تی جی آی مال همون ریسورس یو ام اس او ای ایه. اینا با هم دیگه مچ میشن. چقدر جالبه، برق میزه، انعکاسی داره، انگار واقعا جنسش پلاستیکه. درخت ها رو ببین چه جوریه. یا اینجا درخت منعکس شده توی چمنا، میبینی چقدر باحاله. میگه دوستای من همچنان به درخت کندن ادامه میدادن، پس من براشون یه دونه هدیه یه جایی گذاشتم و از دور با ریپلی مود وایسادم ببینم که واکنششون چیه. انویل میو... واه میدونستم انویل میفته رو کلش. خیلی عالی، عالی بود. بزرگترین فرار در تاریخ ماینکرافت. داره میره. وای. اوکی. خیلی بامزه بود. فرار کرد از اون، منم افتاد تو. او مای گاد، خیلی بانمک بود. نایس. طرف مثل پیکسار، مثل کمپانی پیکسار یه دونه نسخه ماینکرافتش رو درست کرده. ببینیم چجوری شده. چه خوبه. اسلایم. چه باحال. تموم شد.
وای عالی بود پسر، خیلی باحال بود، واقعا این باحال بود. وای فکر کنم ماینکرافت یه کمپانی بود مثل مثلا پیکسار، مثلا هر روز انیمیشن میساخت برات، چقدر باحال میشد. مثل باب اسپنجی دیدی هیچ موضوعی نداره، پارتای تیک تیک میذاره، ماینکرافت هم یه همچین چیزی میذاشت. وای چقدر خوب میشد، عالی میشد. نوشته من یه چیزی ساختم برای تمام اونایی که وقتی میرن بیرون سگشون تو خونه منتظرشون میمونه تا برگردن. وای نه، تارنکبوت بسته. وای سگه این همه منتظر مونده. دوباره درست شد. نیم تگش افتاده. این واقعا احساسی ترین صحنه ماینکرافت بود. توی یکی از قسمت ها من یه اندرمن رو دیدم، انیمش رو درست کرده بود که دختره میاد از استیف خوشش میاد، اونو خیلی دوستش داشتم، ولی این واقعا قشنگه، خیلی بامزه بود، اصلا یه جوری شدم، خیلی دوستش دارم اینو. ایول وای پسر این خیلی قشنگ بود. بریم بعدی. نوشته سب کن وسایلم صدا نداره. چبول خونه ساخته شد. چقدر جالبه این خونه. وای میری توی اتاق خالی، چجوری گفتم میری توی اتاق خالی، وارد اتاق خالی میشه، دکمه میزنه، خونهش ساخته میشه، دوباره بسته میشه. خیلی باحال. ایول اینم که یه دونه ندر پورتال شمشیر درست کرده، و اگه همچین پستی رو دیدید و نمیدونید چیه، داستانش اینه که چون ندر زیر زمینه به اصطلاح توی تئوری، شمشیر رو فرو کرده تو زمین، ندر پورتاله، بعد این شمشیر نصفش تو اوورورده، اون نصف دیگهش فرو شده تو زمین، از سقف ندر زده بیرون میشه. این خیلی جالبه، این تئوریا رو من خیلی دوست دارم، خیلی خیلی قشنگه. از این خفن‌تر شمشیرم هست، من دیدم ساختن، ولی تئوریش خیلی قشنگه. این نوشته نظرتون در مورد این چیه؟ خیلی جالب شده به نظر من. به نظر شما چی؟ اوکی بریم بعدی. وای تکسچر پکو نوشته، این تکسچر پک چقدر بامزه است، ولی فکر نکنم به اندازه دیدنش حال میده، ولی فکر کنم بازی کردن توش به اندازه اوریجینال ماینکرافت حال نمیده. نمیدونم نظر شما چیه. نوشته همه چیز ماینکرافت مکعبیه، مربعیه، چارزلیه، فقط من نمیدونم چرا سایه مابا دایره‌ایه. واقعا هم راست میگه، جدی سایه‌شون هم میتونست یه مربع، چه مربعی درست کردم خدایی. ببین کی میتونه همچین مربعی درست کنه. اینها نمیتونم. طرف یه مود درست کرده به اسم گودال پرکن، یه مود گودال پرکنه، بعد نوشته هنوز در دست ساخته. بریم ببینیم چیه این. یه همچین چیزی من، وای چقدر خوبه. چقدر باحاله، چه جالب، خیلی هوشمنده. وای چقدر جالبه پسر، خودش تشخیص میده با چی پرشون کنه. وای چقدر باحاله. پسر عالیه. اینجا رو ببین چه باحال. What؟ واقعا هوشمند ها، چه جالب. Coming soon. ایول اینو من میخوام. مال کیه؟ مال 4 ماه پیشه فکر کنم الان اومده باشه. خداییش اگه این یکی رو لینکشو داشتید حتما برام تو کامنت ها بذارید. خداییش. این پست هم قبلا دیده بودیم، نوشته من یه دیتا پک درست کردم که هر آرمور از هر جنسی بپوشی برات آرمور تو بالای اچ پی از همون رنگ میذاره، مثل همین تصویری که میبینید. ولی یه سوال اینجا مطرحه. ایول سوالمو جواب داده. It even work with multiple type of armor. کلاه طلایی سرش گذاشته، این یکی که میبینید نصفش طلایی آهنی فلان فلان، آیرن چست پلیت، یه دونه چست پلیت آهنی پوشیده، دایموند لگینگ، شلوارش دایمنده و لیدر بوت، کفشش هم چرمه. بعد شده این. خیلی باحاله، جالب ها، خیلی باحال. دایمندش من از همه بیشتر دوست دارم، ندرایتش هم فکر کنم بسازه. نوشته من اندرمن نسخه 2D رو توی حالت کارتونی درست کردم، امیدوارم جامپ اسکر نباشه. استیو داره میاد. نه
چه جوری؟ وای. میفتی الان. وای. مای گاد افتاد تو آب. عالی بود پسر. عالی بود این انیمیشن. انیمیشن محشر بود. خیلی دوست داشتم. اگه شما هم واقعا این ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید لایکتون نره. یه سازه رو با سنگ ساخته. نمیدونم چیکار کرده. بریم با هم ببینیم چی هست اصلا. کامنت بلاک. چجوری با کامنت بلاک اون کارو میکنن؟ توش یه چیزیه. نایس. اینه علیه. چه قشنگ، چه آرامش بخشه. نایس، چقدر قشنگی پسر. مراحل ساخت این خیلی باحاله ها. یه دور مجسمه رو بسازی، تعریفش کنی که این بمونه، یه دور دیگه همه رو پر کنی بگی کدوم ها حذف شه، یه دور دیگه کلی بلاک بچینی بگی دونه دونه اینو کدوم ها حذف بشه، بعد همه رو وصل کنی به یه کامن بلاک، با یه ردستون همش ساخته بشه. وای خیلی قشنگ بود. اینجور چیزا واقعا زحمت داره. نمیشه الان دیگه واقعا تو زندگی همش احساس ترس میکنم. وای. همزمان با هم نگاه هم میکنن. خیلی باحاله. میگه مانکرافت لانچر نسخه انیمیشنش رو ساختم. بیفور کلیک میکنی، قبلا میگه اینجوری بوده، کلیک میکنی باز میشه. حالا نسخه انیمیشنش باز میکنی. مای گاد، محشر بود. وای پسر، خیلی قشنگ بود، انصافا قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. دلم خواست یه بار دیگه با هم ببینیمش. وای چقدر قشنگ پسر، واقعا عالی بود. میگه برای یکی از دوستان با پرینتر سبودی یه دونه تورچ تو دنیای واقعی درست کردم. این رو اون جا میخوره. وای من میخوام اینو. وای من اینو میخوام. چقدر خوبه بذار. فکر کن چرا خوابت این باشه، نورش هم هی چشمک میزنه، چقدر قشنگه. با آهن روبا هم کار میکنه این تیکه پایینش. چقدر قشنگه بذار، خیلی خوبه. فقط یه چیزی که هم داره اونم پارتیکله. پارتیکلش هم واقعا نمیشه کاریش کرد. خیلی قشنگ شده. ایول پسر، چه چیزای باحالی داریم میبینیم. واقعا من دارم حال میکنم. نمیشه درون یه چانک توی ماینکرافت، بایوم پلین، درتش جدا، سنگاش. اورا رو ببین، اورا رو جدا کردم همه رو. عجب، دوباره چقدر باحال شده. نایس. اینجور چیزا رو من اگه حس میکنم، اگه یه صدا گذاری هم میکنم مثلا صدای منو بذاری روش، با صدا گذاری خیلی به نظر من باحال‌تر میشه. میگه یه نفر تو ماینکرافت میز جنریتور درست کرده، یعنی یه دیتا پکی درست کرده، یه کامن بلاکی، یه چیزی درست کرده که برای تو میز طراحی میکنه. من یه چیزی درست کردم که میز رو برات حل میکنه، مسیرش رو پیدا میکنه، همه رو دیوونه میکنه. برو بریم. این میز سالوره. میگرده پیدا میکنه، همه رو رسوا میکنه.
ایول چه باحال، مسیر رو هی میره میبینه نیست، هی دوباره میره. خیلی باحاله ایول، خیلی خوبه پسر. اوف من دوست داشتم اینقدر کامن بلاک بلد بودم، بعد مودای ماینکرافتی درست میکردم و میرفتیم اجدار رو میزدیم. میگه من تو ماینکرافت یه چیزی درست کردم که به صورت رندوم یو اف او یا سفینه فضایی میاد رو زمین، یکی از ما رو میدزده و میره. من عاشق اینم. ببین تازه تو پرانتزم نوشته با صدا. چون میدونست که قرار من بیام اینو ببینم برای شما و برای خودم. چه تکسچر پک خفنی هم زده. خفن که نه، ولی به فضا خیلی میاد. اوه اومد. او مای گاد ماور داره میدزده. خیلی خوبه. اندراده ها این سفیدا. چقدر شبیه لیزر وشت انداخته داره میدزده. چقدر با الان میره؟ نگاه کنم چجوری میره دیگه. بی تربیتی نکن. آه پسر انگار که مثلا یهو تو زمان سفر کرد، یهو غیب شد. بعد از اون پارتیکل های بنفش اندرمن هم ازش ریخت. خیلی باحال بود. میگه من یه شهر آخر و زمانی درست کردم. خیلی هم قشنگ شده. شبیه اون پستی بود که گفته بود مال مثل فیلم میز رانره، این مثل اون شده. ولی این خیلی باحال تره. اون فقط ساختمون بود. ببین از زمینا هم علف در اومده رفته روی این خونه ها. مثلا نسل بشر منقرض شده. چقدر جالب. این یکی برعکس ساخته. شمشیر از بالا رفته توی زمین، ندرم زیر زمینه، بعد از توی ندر شمشیر از توی زمین زده بیرون. یعنی یه چیز عجیب غریب. یعنی تو فکر کن وقتی ما میریم ندر رو سقف راه میریم، ولی متوجه نیستیم رو سقف داریم راه میریم. اینجوریه دقیقاً. میتونی تصور کنی منظورم چیه؟ این تئوری که من بهش اضافه کردم ارزش این سازه رو چند لول بالاتر برد. نمیشه. ترسناک ترین چیزی که تا حالا برام اتفاق افتاده بود. آه بیا بیرون. چجور نمیمیری؟ اه چی شد؟ نه هویج بخور. خب یه دونه هویج بخوری دیر نمیشه. نو 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 شیت. دیگه تموم دیگه. الان کریپر میاد، باور کن. وای پسر کابوس بودا توی همچین چیزی با این همه وسیله، همه وسیلهاش انچند شده. اگه میمرد مطمئنم سرشو میزد به میز. اینجوری. خیلی خوبه پسر. یارو نوشته یه وردی داشتم بازی میکردم، وردم پاک شد و همه چیزم از بین رفت و این آخرین تصویریه که داشتم توی اون ورد بازی میکردم و انجام میدادم. آه اینه، این همون سفینه هست که توی یکی از قسمت‌های ماین ریاکت دیدیم. اگه این سریو دنبال کرده باشید میدونید کدومه، کجا دیدیم. این سازه که اینجاست. اگه ندیدید نمیدونم تو قسمت 2، 3 یا 4 باشه، شایدم 5، شایدم 6، نمیدونم. چه ورد بزرگی. دونه دونه این مپا رو باید بری کلیک راست کنی، مپا رو بگیری بیای بذاری اینجا. به هر حال که وردش به رحمت خداوند رفته. وای چه سازه‌ای با بیشتر از 60,000 تا بلاک اینو ساخته. چه باحال. این زمینه مثلا. آره این آمریکای جنوبی یا آفریقاست فکر کنم. خیلی باحال شده. اینم مثلا پروردگار سیاره هاست. خیلی جالب شده. میگه یکی میتونه به من توضیح بده که جریان چیه؟ با قایق از 48 بلاکی میری پایین. اوکی هیچی نمیشه. این یکی 50 بلاک، از 50 بلاکی میره پایین و اوکی. احتمالا میدونید چه اتفاقی قراره بیفته. تو اسپیدران ها معمولا این اتفاق خیلی میفته. قایقه تیکه تیکه میشه، تبدیل چوب میشه. نمیدونم چرا اینجوریه. نوشته سید اصلی هیروبراین پیدا شد. این جریانش چیه؟ این فکر کنم همون سیدیه که تامنیلاشو گذاشتن توی ویدیوهای یوتیوب، یه دونه هیروبراین گوشه نشون میده. همون ورده رو سیدشو انگار پیدا کردن. حالا نمیدونم واقعا یه همچین چیزی توش بوده، هست، نیست. اینم نوشته، فقط نوشته تا آخرش ببینید. اوه چه باحاله.
چقدر جاله، چقدرم تمیز و دقیق و گرد در اومده قلبه. آه این یکی رو ببین، هاتبار ماینکرافت رو ساخته تو آسمون، خیلی قشنگ شده. این همون وسایله دستش هم ساخته با همون HP ها، با همون لول، خیلی باله. این خورشید تو آسمون، خورشید مکعب سه‌بعدیه، چقدر جالبه. سطلش رو نسخه قدیمی ساخته، سطل جدید رو نساخته. خیلی ولی بزرگه ها، خیلی بزرگه که اینقدر دیده میشه. میگه این یکی از اون دلایلیه که ما تو ماینکرافت نور رنگی نیاز داریم. عجب وردیه این، عجب چیزیه این، چقدر خوشگله این. این نورا رو فکر کنم خودش ساخته، یعنی دستکاری کرده. آره میشه دستکاری کرد از تو شیده، خیلی باحال شده. نوشته زاویه دید زنبورا وقتی که میرن تو کندوی عسل. او مای گاد، چقدر دوست داشتنیه. استیوه اینو کند، بذار این واقعا عالی بود، خیلی قشنگ بود. این یکی میگه که حواسم اصلا به روین نبود، اصلا نمیدونستم روین اینجاست. داره اینو میبره یه جا دیگه، چقدر زحمت. آه مرد، سج برو. نابود شد. اوکی مشخصه که ساختگی بود انگار. میگه یه تکسچر پک ساختم که بلاک ها از بلاک ساخته شده. نمیدونم معنیش چیه ولی به نظر جالب میاد. الان لابود دور میشه. آه دقیقا میدونستم الان دهنم باز میشه. چقدر باحاله. ببین واقعا، او مای گاد، دانلود این کامنت، دنیایی ها تو بلاک ها. وای اینو ببین، یکم برو جلوتر، خجالت میکشی. وای اینجا چیه؟ علف. آه کف خونه است، کارپیته. چقدر جالب بود این ریسورس فکه. میگه اگه ویلیجراتون بهتون تریدای خوبی نمیدن، اینو این روش رو حتما امتحان کنید. یه گودال که دورش یخه، وسطش هم کلی آهنه. و من اگه انقدر آهن داشتم که نمیرفتم دنبال ویلیجر احمق. چقدر جالب، الان فهمیدم میخواد چیکار کنه. نه نفهمیدم، من اینو نفهمیده بودم. خیلی وای دهن ویلیجر رو سرویس میکنه. من فکر کردم این قراره مثلا یه دونه لکترن بذاره، این ویلیجر هی بیاد از جلو لکترن رد شه، هی تو تریدشو مثلا چک کنی ببینی اگه نیست دکمه بزنی این دور شه دوباره بیاد یه بار دیگه، به جای اینکه لکترن رو خراب کنی. بعد دیدم که نه اصلا داستان یه چیز دیگه است. اوکی بچه ها، اینم از این قسمت، دوستتون دارم خیلی زیاد. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، اگه پارت دیگه رو دوست دارید ببینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. من فرکانس هستم و توی پارت بعدی میبینمتون. مراقب خودتون باشید و بای بای.